هدف آینده ایرانه. اگر کسی آینده بهتری میخواد، یعنی برای آینده خودش میخواد سرمایه گذاری بکنه، هیچ سرمایه گذاری بهتر از این نیست که به سیمای آزادی کمک مالی و کمک معنوی بکنه، پیشنهاد بکنه و سیمای آزادی هم آماده هست که این راهنمایی ها و این پیشنهادات رو بپذیره و برنامه های بهتر و بهتری درست کنه. از آزادی در مقایسه با تمام تلویزیونایی که من میشناسم از خارج کشور، هم توی اروپا تلویزیونای زیادی میشناسم، هم در آمریکا تلویزیونای زیادی میشناسم، بهترین تلویزیون ممکنه. من هستم خبرنگار سیمای آزادی. دیدم که تیزو مردم از جان مال خودشون دست میکشن تا بتونن از حق خودشون دفاع کنن و دیگه مردم از حق خودشون کوتاه نمیان. ابتدا در میدان صدای های شهید ما داشتیم، یعنی هر زمانی که خیلی حمله می آوردن برای خاطر مردم هم حمله می کردن و مجبور به عقب کشیده می شدن. بزرگتر سیمای آزادی هستم از کرج. سیمای آزادی شنبه 5 ماه 1988 تهران بریدن کام خبرنگار سیمای آزادی از خیابون دانشگاه رو بره حالا تماس میگم مقاومت مردم به هرچی شهید میگیره قیامت اینجا قیامت از میدان فردوسی تا چهارراه ولیعصر که من الان دارم میرم و میام مردم مقاومت فوق العاده بالا. خبرنگار سیمای آزادی هستم از تقاطع خیابون ولیعصر خیابون فرعی که خیابون دانشگاه درگیری بین مردم زیاد مقاومت مردم فوق العاده بالا تا خون در رگ ما ایران کشور ما. در روز موعود فردا و پس فردا یعنی 9 و 10 بهمن ماه برنامه همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران برگزار خواهد شد. 10 دوره قبلی این برنامه به خوبی نشون داد که همیاری در واقع از جانب مردمیه که در مسیر مقاومت تاریخیشون برای سرنگونی رژیم پلید آخوندی و استقرار آزادی و حاکمیت مردمی صدای خودشون رو هر روز رساتر و پرتدینتر میخوان تا صدای زندانیان در بند، صدای خانواده های شهدای قیام، صدای کودکان معصوم خیابانی، صدای همه اونهایی که در زیر خط فقر با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم میکنند و صدای همه اونهایی باشه که ایران رو آزاد و رها از ستم آخوندها میخوان. وعده ما فردا و پس فردا 29 و 30 ژانویه 2011، 9 و 10 بهمن ماه.